بزرگداشت هزاره شاهنامه که امسال با حمایت یونسکو با یا نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد در سراسر جهان برگزار میشه در ایتالیا با نمایشگاهی از کارهای مرتضی لطیفی و مراسم نقالی به کارگردانی آرام قاسمی برگزار شد. احمد رفعت گزارشگر صدای آمریکا در روم در سفر به میلان گزارش تهیه کرده که با هم ببینیم. داستان رستم و اسفندیار از شاهنامه تم نقاشی های مرتضی نظامی نقاش ایرانی ساکن ایتالیاست که به مناسبت هزاره شاهنامه در گالری در شهر میلان با حمایت یونسکو و شهرداری پایتخت صنعتی این کشور اروپایی به نمایش گذارده شدند. مرتضی لطیفی نظامی نقاش، مجسمه ساز و معمار که در پلی‌تکنیک میلان و آکادمی هنرهای زیبای بریرا تحصیلات خود را به پایان رسانده است، نامی آشنا در عرصه هنر ایران و ایتالیا است که تاکنون ده‌ها نمایشگاه از کارهایش را در کشورهای مختلف اروپایی، ایران و آمریکا برگزار کرده است و در ایتالیا جایزه ریاست جمهوری برای هنر را در سال 2003 و 2009 میلادی از آن خود ساخته است. در نمایشگاهی که از کارهای مرتضی لطیفی در گالری استراکون میلان به مناسبت هزاره شاهنامه برگزار شد، این هنرمند چیره دست ایرانی با استفاده از رنگ‌های آبی داستان سهراب و اسفندیار را در 12 تابلو ترسیم کرده است. در نقاشی‌های مرتضی لطیفی بازی رنگ‌ها نقش نقالی را به عهده گرفته است. هفته بزرگداشت شاهنامه که در میلان با پشتیبانی یونسکو و حمایت شهرداری برگزار شد، مورد استقبال ایتالیایی‌ها قرار گرفت و با نمایش روز قبل که توسط آرام قاسمی با الهام از داستان گردآفرید کارگردانی شده است، پایان یافت. Suono degli zoccoli di molti cavalli. این نمایش نوعی نقالی مدرن بود که به دو زبان فارسی و ایتالیایی و با حضور دو هنرپیشه در صحنه، یکی ایرانی و دیگری ایتالیایی که هر دو همان نقش را ایفا می کردند، به روی صحنه رفت. و توجهتان را به این گزارش نیز جلب می کنم. یونسکو شهر میلان در ایتالیا را برای برگزاری هزاره شاهنامه انتخاب کرد. نمایشنامه روز قبل که با الهام از شاهنامه توسط آرام قاسمی به روی صحنه رفت، یکی از این مراسم بود که از حمایت شهرداری میلان نیز برخوردار بود. احمد رفعت، گزارشگر صدای آمریکا در روم، در سفری به میلان با کارگردان ایرانی آرام قاسمی گفتگویی داشته است. روز قبل نمایشی است که با استفاده از تکنیک نقالی و الهام از داستان گردآفرید به دو زبان ایتالیایی و فارسی در تئاتر وردی میلان، تئاتری که آهنگساز معروف ایتالیا جوزپ وردی از آن به عنوان سالن تمرین در قرن 19 استفاده می کرده است، در پایان ماه بزرگداشت هزاره شاهنامه با شرکت و کارگردانی آرام قاسمی به روی صحنه رفت. و این روز که شاه زوران در این راه مرا یاور است، روز حرکت است. آرام قاسمی که در گذشته ضحاک را باز هم با الهام از شاهنامه در میلان به روی صحنه برده بود، از تجربه خود در شناساندن شاهنامه به بیننده ایتالیایی میگوید: معمولا به من گفتن که داستانهای شاهنامه، چون دقیقا داستانهای حماسی هستن، از یه داستان به یه داستان دیگه میره، هی داستان ها مثل دقیقا داستانهای هومر، الیاد و اودیسه، دقیقا یاد این داستانهای حماسی بزرگ دنیا میفتن. اینو اکثر تماشاچی ها با دیدن کارا به من گفتن، این برداشته که تماشاچی ایتالیایی در حقیقت داشته. در رابطه با نقالی دو زبانه ایتالیایی فارسی،
آرام قاسمی می افزاید. یکی از در حقیقت تمهای اصلی این کار شناخته بین فرهنگ ها. می تونستیم کار رو فقط به زبان ایتالیایی اجرا کنیم، ولی تصمیم گرفتیم به دو زبان اجرا کنیم تا این شناخت بین دو تا فرهنگ رو نشون بدیم، چون معتقد هستیم با شناخت فرهنگ ها آدم ها وقتی که فرهنگ هم رو، سنن هم رو، آداب هم رو بدونن میتونن با هم دیگه بیشتر دوست باشن و این راهی من فکر میکنم به سمت صلح. الیچه بتینلی در روز قبل نقش گردآفرید ایتالیایی زبان را عهده‌دار است. All'inizio no, non è stato facile perché ho dovuto imparare a entrare in questa nuova atmosfera che non conoscevo. الیچه بتینلی در اشاره به نقشی که در روز بعد ایفا میکند میگوید در ابتدا بسیار مشکل بود، زیرا میبایستی خودم شاهنامه را درک کنم و وارد جو حاکم بر این کتاب و داستانهایش بشوم، ولی زمانی که توانستم این مشکل را پشت سر بگذارم به راحتی لباس گردآفرید را به تن کردم و بیننده ایتالیایی را با خود به تماشای دنیای فردوسی بردم. روز بعد قرار است در ماه‌های آینده در دیگر شهرهای ایتالیا نیز به روی صحنه برود. و برای پایان این بخش از برنامه یک گزارش فرهنگی داریم. بزرگداشت هزاره شاهنامه با حمایت یونسکو، نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد، در میلان در ایتالیا با نمایشگاهی از کارهای مرتضی لطیفی نظامی و مراسم نقالی به کارگردانی آرام قاسمی برگزار شد. احمد رفعت گزارشگر ما در ایتالیا این گزارش را تهیه کرده. داستان رستم و اسفندیار از شاهنامه تم نقاشی های مرتضی نظامی نقاش ایرانی ساکن ایتالیا است که به مناسبت هزاره شاهنامه در گالری در شهر میلان با حمایت یونسکو و شهرداری پایتخت صنعتی این کشور اروپایی به نمایش گذارده شدند. مرتضی لطیفی نظامی نقاش، مجسمه ساز و معمار که در پلی‌تکنیک میلان و آکادمی هنرهای زیبای بریرا تحصیلات خود را به پایان رسانده است، نامی آشنا در عرصه هنر ایران و ایتالیا است که تا کنون ده ها نمایشگاه از کارهایش را در کشورهای مختلف اروپایی، ایران و آمریکا برگزار کرده است و در ایتالیا جایزه ریاست جمهوری برای هنر را در سال 2003 و 2009 میلادی از آن خود ساخته است. در نمایشگاهی که از کارهای مرتضی لطیفی در گالری استراکون میلان به مناسبت هزاره شاهنامه برگزار شد، این هنرمند چیره دست ایرانی با استفاده از رنگ‌های آبی داستان سهراب و اسفندیار را در 12 تابلو ترسیم کرده است. در نقاشی‌های مرتضی لطیفی بازی رنگ‌ها نقش نقالی را به عهده گرفته است. هفته بزرگداشت شاهنامه که در میلان با پشتیبانی یونسکو و حمایت شهرداری برگزار شد، مورد استقبال ایتالیایی ها قرار گرفت و با نمایش روز قبل که توسط آرام قاسمی با الهام از داستان گردآفرید کارگردانی شده است، پایان یافت. این نمایش نوعی نقالی مدرن بود که به دو زبان فارسی و ایتالیایی و با حضور دو هنرپیشه در صحنه، یکی ایرانی و دیگری ایتالیایی که هر دو همان نقش را ایفا می‌کردند، به روی صحنه رفت.